بینندگان عزیز سلام، با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه و امروز که با هم هستیم روز چهارشنبه، یادتونه توی ایران روز چهارشنبه روز خوشبختی بود، البته خوشبختی یه نفر، بدبختی چند نفر، اونا بلیت می‌خریدن یه نفر یا چند نفر، البته بلیت‌های بخت‌آزمایی ایران بهتر از اینجا بود، اینجا یه نفر برنده میشه، اونجا حداقل چند نفر برنده میشدن، این انقدر اون انقدر اون انقدر و الی آخر. همه عمرم از قمار و قماربازی و اینها بدم اومده و الحمدلله از این لحاظ شانس آوردیم. توی کازینو و اینها هم که میرم دلم میگیره، اصلا چه اون موقعا که سیگار میکشیدن دود سیگار بود، چه الان هم که دود سیگار نیست، از این چراغا و این سرصداها اصلا سرسام میگیرم و میام بیرون. از این بابت هم خوشحال و خوشنودم. بگید ببینیم که این ایام تعطیلات شما چه کار میکنید و ما هم توی این فرصت هم به شما نشون بدیم، هم خودمون بریم سراغ این فیسبوک و برای دوستانی هم که در صفحه شخصی من نیستن، روی مردم تیوی هستن، این صفحه یا این برنامه رو به اصطلاح شیر کنیم باهاشون. ببینید شما وقتی که میاین اینجا کامرای دو الان باید ببینید که این صفحه شخصی من سوربی. خب ببینیم، درود بر شما، مرسی از شما، منتظر بودم، دوباره متشکرم. ما هم منتظر شما هستیم دوستان عزیز، مخصوصا منتظر حمایات بیدریغ شما در آخر سال میلادی. خب ببینید، وقتی میان اینجا این دوستانی که مخصوصا روی فیسبوک ما رو میبینن، میگه ماز دوستان ماز یاران چشم یاری داشتیم. بذارید ببینیم چرا این اینجا پیدا نیست، باید باشه الان. آها، باید ریفرش کنیم. دیدید چقدر اتفاق خوب بود، چون این صفحه از قبل باز بود پیدا نبود، ولی ما با ریفرش کردن که این بالا بغل بالاتر، شما هنوز نمیبینید، بالاتر یه جایی یه چیزی مثل یک پیکانی داره میچرخه به طرف راست جهت چرخش. امروز دیگه تصویر ما باید بهتر باشه، هم نزدیکتره برای شما فیسبوکی ها، هم این دوتا بغلش هم پوشوندم، گفتم بابا این که نمیشه، من هی به سوا تبار نق میزنم، وقت مال خودم اینجوری. در صورت اینو درست کردم، فقط شما اونجا شماره تلفن و ایمیل و اینها رو نمیبینید، که اون کسی هم که روی فیسبوکی دیگه بلده. ببینید دوستان، وقتی میایین اینجا این پایین نوشته شعر، درست زیر همین کراوات بنده یکم این ورتر، این کراوات خدا میدونه مال چند سال پیشه، ولی قشنگه، از کار نمیفته، مثل این کراوات های جدید نیست که تا دوبار پوشیدیش همه جاش پاره میشه. اوکی، میایم اینجا مینویسیم شعر، مال شما ممکنه فقط یه شعر نشون بده، مال ما شعر نشون میده با پابلیک، شعر نشون میده با صفحه‌هایی که منیج میکنیم و اینها. باید بیان یه انتخاب کوچولو هم بکنیم، بله، شعر آن ا پیج یو منیج، که ببرتمون توی مردم تیوی صفحه اونجا. اینجا مینویسیم سوربی با مردم، و کاش که تلفن و تکس هم اینجا بنویسیم که دیگه یه چی میگن، دو تا کارو یا با یه سنگ دو تیر زده باشیم. 202-695-2573 ایمیلمون هم این زیر می نویسیم، USA که آمریکاست، یه نقطه بذارید که با ما قاطی نشه آمریکا. سوربی هم که منم، @gmail هم که بهترین ایمیل سرویس دنیاست. دیگه از این ساده تر می خواهی بلند شو برو عراق، چی بگم بهت. خب دوستان عزیز، ایام تعطیلی هست، کریسمس، بعد از کریسمس نوبت میرسه به آماده شدن برای سال نو، و اینجا بارها گفتم جالبه، از یک ماه قبل از کریسمس چراغونی میکنن و درخت میخرن و اینها، روز بعد از کریسمس بلافاصله اصلا یه روزی آشغالیا، اونایی که زباله میبرن اینها، اعلام میکنن که ما داریم میایم که درختا رو ببریم، و فوری میریزن بیرون. این جای قشنگی هم که میبینید من نشستم، این دوستانمون خانم فری و آقای لطفی در رود آیلند، یه جای بسیار زیبایی است، اونجا این محل رو دارن که شما میتونید هم برید خوراک بخورید، هم میتونید قلیون بکشید و اینها، مشروب هم خودتون میتونید بخرید ببرید، یعنی دیگه خیلی خوبه، دولا سلا بهتون حساب نمی کنن. یه قیمتی برای باز کردن
بطری و اینها میگیرن، حالا نه که خودتون باز کنید ببرید بگید مال ما بازا، بهش میگن کورک فیل. آخه ما ایرانی ها خیلی دیگه زرنگیم، خیلی زرنگیم. ما یک آگهی گذاشتیم در این صفحه، یه تبلیغی هم برای این دوستان بکنم، بچه های محله ویرجینیا و مریلند و واشنگتن. ببینید دوستان اگه توی این منطقه هستید، صفحه خوبیه به نظر من، کار هم میکنه. ببینید اینجا روی پلیر دو میایم و اینو به شما نشون میدیم، صفحه رو یکم بزرگتر میکنیم که شما ببینید. 4:3 بله اینجا، آها خلاصه اینجا نوشته بچه های محله ویرجینیا مریلند واشنگتن، چند مدتی هست ما باش آشنا شدیم و چه خوب الان آگهی من این بالاست. نوشته من به شما $300 بیشتر از کارمکس پرداخت میکنم. بابا فارسی میگن، باز دوستان تلفن میزنن ایمیل میفرستن آقا شما دیلرشیپ داری؟ میگم نه بابا، من نوشتم من یک ماشین احتیاج دارم که بخرم، شما اگه میخواین ماشینتون رو بفروشید به کارمکس من $300 بیشتر میدم. به قول آمریکایی‌ها وین وین سیچویشن، یعنی هر دو طرف برنده میشین. باز اینجا ببینید همینو نوشتیم، شما هم میتونید آگهیاتون رو بذارید اونجا. دیگه مجبور شدم دیروز رفتم اینو نوشتم، دوستان زیادی تماس گرفتن پرسیدن ماجرای $300 چیست. ماجرا از این قرار است که من به دنبال یک ماشین هستم که بخرم، اگر شما ماشینی دارید که مایل هستید بفروشید، من به شما $300 بیشتر از کارمکس پرداخت میکنم. به همین سادگی ماشین خود را به کارمکس ببرید، به آنها بگویید که مایل هستید بفروشید. وقتی آنها به شما اون کاغذ رو دادن که چقدر میخرن، با من تماس بگیرید، من به شما $300 بیشتر پرداخت میکنم. اگر هنوز هم پرسشی دارید بپرسید تا من پاسخ بدم. شاد زی، آزاد زی، سربلند. شماره تلفن 202-695-2573، ایمیل usa.gmail.com. خب بس دیگه این همه تبلیغ. حالا میدونم امشب پتیک میشینه برنامه ها رو دوبارم نگاه میکنه، چه تعاملی داره که من رو دوبار تعامل میکنه و بعد میگه آقا اینقدر دقیقه آگهی پخش کردی. آقا کو آگهی، کجا آگهی داری؟ و اما مداد قرمز رو برداریم به رسم معلم ها و دبیرای ایران و املای خودمون رو غلطگیری میگفتن میکنیم تصحیح کنیم. ها تصحیح درست بود، میگه خب حالا املاتون رو من تصحیح کردم بهتون میدم، غلطگیری چیه؟ تصحیح میگه. خب میگه که آهان تو این ایام تعطیلات تنها افرادی که هنوزم دارن تو سر کله هم میزنن این آقای ترامپ و اوباماست. اوباما که رفته هاوایی، دیروزم اون نخست وزیر ژاپن آمده بود اونجا، میدونید خود منم هاوایی که رفتم اون پر هاربر، هاربر اون جایی که کشتی واشنگتن چیز بوده، آمریکایی‌ها بوده، بعد ژاپنی‌ها چی میگفتن شب چی؟ خدایا شب آهنگ چی میگن وقتی شب چی میزنن بهشون؟ یادمون رفته فارسی ها، هرچی هم با فارسی ها و ایرانی ها بیشتر صحبت کنیم آمریکایی یادمون میره. شبیخون، شبیخون زدن بهشون و کشتند و حمله کردن اینا. کشتی هنوز اونجاست، هنوز داره از توش نفت و بنزین میاد بالا و آب اونجا یه آب روش رنگ به خصوصی گرفته. خلاصه نخست وزیر ژاپن به عنوان احترام، به عنوان محکم کردن دوستیشون، نه به عنوان عذرخواهی، آمده و رفته سر اون قبر هم گل گذاشته و اینها. آقای اوباما هم گفته که توی مصاحبه‌ای اگر من میتونستم و میخواستم برای بار سوم به اصطلاح نامزد رئیس جمهوری بشم حتما برنده میشدم. این آقای ترامپ هم که انگار بچه های 12 ساله بی حوصله و لوس و نونور، فوری برداشته نوشته نه امکان نداشت تو برنده بشی فلان و اینها. ملت میگن آقا حالا گیری که تو برنده شدی برو یه کمی این توییتر رو بذار کنار، نمیدونم مثل وقتی میری توالت اونجا مجبور خیلی بشینی، میدونی اینا که خیلی پیر میشن و اینا هم شماره یک هم شماره دو باید بشینن و التماس کنن تا این یکی قطره قطره اون یکی هم نمیدونم پشکل پشکل بیاد بیرون.
خیلی طول میکشه تا بشینن تو توالت. مثل که میشینه تو توالت از اونجا توییت میزنه. این کلمه توییتر رو با توالت اشتباه گرفته. در هر صورت اینم دعوای اینها که من و شما هم باید بشینیم و تحمل کنیم. امیدواریم ژانویه 20 بیاد، این آقا بره تو واشنگتن، بره توی کاخ سفید و از شر این چیزاش راحت بشیم، چون اونجا بالاخره دیگه افسارشو خواهند گرفت. و اما حمایت آقای حسن خزائی و که هم مالی هم معنوی، از ایشون ممنونم. امروز حسن جان نامت به دست من رسید، نامه فدایت شوم. من فدایت شوم یا شما، چون میگفتن نامه فدایت شوم. در هر صورت ایشون خودش رو مقید کرده، میخواستم بگم متقاعد، مقید کرده که ماهیانه یه کمکی به تلویزیون مردم انجام میده، با وجودی که کار نمیکنه، خودش کمردرد داره و اینها، ولی این میگه آقا من از این تلویزیون استفاده میکنم، این تلویزیون رو دوست دارم. از سال 2011 5 سال، الان دیگه شد 5 سال گذشت، 11 با ما دوست و آشنا شده، بعدم که دیگه شیرازی هستیم شده نور علانو. شما هم اگه شیرازی هم نیستید میتونید حمایت کنید، هم مالی هم معنوی. مالی اینی که قشنگ مثل یه دست گل یه چک میفرستید، یا رو پیپر یا رو وسترن یونیون یا روی مانی مانیگرام، اگه کسی بخواد کاری بکنه راهش هم پیدا میکنه. معنوی هم این که به ما به اصطلاح قوت قلب بدین، تماس بگیرین، پیام بذارید، اگه اشکالی داره کارمون اشکالمون رو برطرف کنید و اینها. ولی نه مثل این، امروز داشتم رو فیسبوک میخوندم، یه نفر میگه من برای آقای گنجی نوشتم که آقا شما نگو اولا دوما، بگو اولا ثانیا یه چیزی، بگو یکم و دوم یه چیز مشکل. آقا ولمون کن، این داره میگه، شما هم داری میفهمی، اگه نمیفهمی اشکال از شماست. در اصل این نمیشه حمایت. حمایت اینه که همین آقای حسن خزائی خبرهایی رو که خودش صبح میخونه و به نظرش جالبه برای ما هم میفرسته. گویی که بهش گفتم که آقا دیگه منو بمبارمان نکن. بمباردمان میگن تو ایرانی، میگیم بمباران، ولی کلمه انگلیسیش فکر کنم بمباردمان میشه، یه دیو اینا هم داره، بعض وقتا هم نگیم بهتر. خلاصه قراره با هم صحبت کنیم و امیدوار باشیم از اولین روز، اولین روز سانده، نه از دومین روز ژانویه 2017 آقای حسن خزائی هم مثل یک دسته گل بیاد برنامه هاشو با برنامه های من شروع کنه، 5 دقیقه 10 دقیقه، بعدم امیدواریم برنامه خودشو مستقل داشته باشه. صحبت از برنامه است. این آقای پتیک به من میگه آقا در برنامه ها بگو که برنامه های بعدی کیا هستن که ما تصمیم بگیریم بیایم نیایم، زودتر بیان بشینیم و الا آخر. این جمعه آقای ضیا مصطفی‌زاده برنامه خواهند داشت. من دارم با ایشون نگوشیت کردن، یعنی سر کله زدن صحبت کردن. ایشون میگه من میخوام 2 ساعت برنامه بگیرم زنده، بعدش هم هیچ، نه بایگانی، نه فیسبوک، نه این نه اون. میگم آقا آخه یه احترامی بذار به این 20 سال تجربه‌ای که ما داریم، این همه وسایل هست ازش استفاده کن. ما هم که نمیخوایم پول زیادی ازت بگیریم، میگیم بابا جون بایگانی هم داشته باش، میگیم هر روزم بازپخش داشته باش، چون الان دیگه مثل قرن 20 مثل سال 1970 و اینها نیست که وقت بگن صمد آقا ساعت 8 شب پخش میشه همه بیکار باشن، 8 شب چایی هم درست کرده باشن بشینن صمد آقا یا مراد برقی رو نگاه کنن. امروز روزیه که ویدیو آن دیمند، یعنی سوربی رفته یه جای فیلم برداری ساعت 1 شب 2 شب، اونجا که هستیم از خواب داریم میمیریم، اینجا که میایم خونه وسایلی که میذاریم بیداریم، خوابمون نمیبره. اون موقع من میام میگم بذار ببینم این آقای مصطفی‌زاده امروز چی گفته که قرار بوده تو برنامه سوربی باشه، نه برنامه سوربی، برنامه خودشون، اصلا ببینم چه اسمی هم میخوام بذارم. اون وقت میشینم نگاه میکنم. ولی وقتی شما نزداری نباشی، بعد طرف به من زنگ میزنه آقای سوربی شما گفتی امروز آقای ضیا مصطفی‌زاده برنامه داره، پس چرا نه روی فیسبوکه نه روی یوتیوب، بازپخشم که نشستم 2 روز نگاه کردم ندیدم. نکنید دوستان، تو رو به جدتون بیاین مثل این آمریکایی‌ها. به خدا آمریکایی یادم، ما میخواستیم خونه بخریم، خونه اولی رو که معمولا اینجوریه، خونه کهنه ای، آپارتمان کهنه ای از داداشت میخری دیگه. داداش ما آپارتمان کهنه هم نبود، خوب بود،
میخواست بره خونه بخره، آپارتمانش رو داد به ما، ما قسطش رو دادیم و الحمدلله به خیر گذشت. خونه دومی که خواستیم بخریم، خب میشینه اول آدم فکر میکنه که خونه باید چقدر بخره. خب ما فکر کردیم اون زمان با حقوقی که خانمم داره، با درآمدی که خودم دارم، فکر کردیم، یادمونم داده بودن که یک سوم درآمد سالیانتون رو باید بدید برای قجاره و قسط خونه و اینا، چقدر میشه و اینو ضرب در 30 کنید، قیمت خونتون به دست میاد و اینا. خلاصه ما به این نتیجه رسیدیم ما یه خونه 200,000 دلاری میخوایم، نه فکر کن 150,000 دلاری. ولی وقتی زنگ میزدیم به این و اون، طرف میگفت خونه چنی میخوای؟ میگفتیم حالا نکنه این یه خونه 1,000,000 داره میخواد بده مثلا 200,000 دلار، ما اگه بهش بگیم 150 تا به ما نمیگه. میگفتیم ایت دیپند، بستگی داره که شما چی داری. میگفت آقا اینجوری نیست که، شما باید من بگی چند پول داری، کجا خونه میخوای، چند اتاق باشه، آپارتمان باشه، خونه باشه و اینا. بعد یکیشون کار قشنگی کرد، گفت شما یه دایره رو نقشه بکش. اون موقع کامپیوتر و سیستم و اینا سال 1986 و 90 و اینا به این مجهزی نبود. گفت یه خط میکش رو نقشه، اینجوری دایره بگو من خونه تو این میخوام به خاطر مدرسهش، به خاطر کار همسرم، به خاطر کار خودم. و ما هم دایره رو کشیدیم اونجایی که همسرم کار میکنه و مدرسه خوبی داره برای بچه ها. خودمون رو گذاشتیم بیرون از این دایره، گفتیم ما تنمون نرم، دنده هامون نرم، میریم و میایم. روز 45 دقیقه یه ساعت صبح رانندگی کن، یه ساعت هم شب برگرد بیا خونه، اب نده. خلاصه ببینیم این چیز دوستمون چی نوشته. ترامپ نشون داد مردم آمریکا کجایند. نه سبا جان اشتباه نکن، ترامپ نشون داد که از مردم ساده لو و ساده دل چگونه میشه سوء استفاده کرد. یه سری آدمایی که حق داشتن، واقعا حق داشتن از اون دولت‌های قبلی ناراحت باشن، چه از دولت بوش احمق که میگفت یا شما با منی یا بر منی. آقا درستش اینه که شما اگه بر من نیستید با منی، ولی این احمق جورج بوش دیوانه بچه میگفت شما یا با منید یا بر منید، یعنی یا شما دشمن منی یا دوستی. آقا من دوستی با تو ندارم، تو دیوانه جنگی روانی هستی، دائم الخمر معتاد، دشمنت هم نیستم، چون دشمنی با افراد نادان هم خودش خیلی بده. شما یه نادانی رو نمیزنی، ولی اون نادانه ممکنه بیاد شما رو هم نابود کنه. خب سبا جان مردم ناراحت شدن، آقا دیدن هی یه چیزای علکی دو برابر میشه، سه برابر میشه، امروز میگه نمیدونم استاک رفت اینقدر بالا. آقا کدوم استاک رفت بالا؟ کارخونهایی که دارن یکی یکی بسته میشه، شرکتایی که دارن بسته میشه چجوری میرن بالا؟ که ماجراش دیگه خودتون میدونید، 2008 مردم خونه هاشون رو از دست دادن، هوملس شدن. اونی که فامیل داشت رفت خونه فامیلش. آقا خونه فامیل رو چقدر میشه زندگی کنی؟ آمریکایی که بچه‌ش 18 سالش که میشه کیفشو میذاره دم در، میگه برو دنبال کار خودت، حالا بچه خونه‌ش از دست داده برگرده اینجا، یا پدر مادر خونه‌شون از دست دادن میتونه بره تو خونه مون؟ نمیشه دیگه، هوملس شده. بعد شد نوبت آقای اوباما. اوباما اومد قول و قرار چنج چه چیزی رو تغییر دادین آقای اوباما؟ هر چی جنگ بود ادامه داد، بیشترم جنگ کرد. برید نگاه کنید در دوران اوباما تعداد بیشتری دیپورت شدن، اخراج شدن. خب مردم ناراضی شدن. این وسط هم یک آدم کان آرتیست، کان آرتیست یعنی آدم شیاد، آدم شارلاتان. آقای سبا شما صبح یه شنبه نگاه کن، یا این شیادان یکی دوتا هم نیستن، میاد میگه شما اگه مریضی هرچی پول داشتی خرچ کردی دادی بیمارستان، حالا برو یک کردیت کارت 50 دلاری بیا به من بده، من شفاعت میدم. خب بنده خدا که از روی عجز و ناتوانی میره اون کارو میکنه، حالا این مرد نشون داده که آمریکایی‌ها کجا هستن؟ نه، این نشون داده این چه شیادیه، این چه پدر سوخته‌ایه که از ضعف و از ناتوانی اونها سوء استفاده میکنه. بله آقای ترامپ آدم شیادیه، کان آرتیسته. شما برید بخونید زندگیشو، اینها از تو مسابقات کشتی گرفته، از تو قمارخونه ها گرفته، از تو زنای لختی گرفته و اینها. این آقا یه پانداز، یه جاکش رسما هست.
و کسیه که حتی چشم به دختر خودش داره. بارها گفته، عکسایی هم که گرفته نگاه کنید، آقا ما هم دختر داریم، دخترمون رو بغل میکنیم. چه کسی دخترش بغل میکنه دست میذاره با قنبلش؟ برید نگاه کنید عکساشو. اون نشون نداد که آمریکایی‌ها کیان، اون نشون داد آمریکایی‌ها چقدر آدمای خوبی ان، آدمای ساده ای ان که این پدر سوخته اومد گفت من هیلری رو میندازم زندان. اونا هم عصبانی بودن گفتن اوکی. اومد گفت که نمیدونم من اینا این کارو میکنم اون کارو میکنم، یکی یکی الان نمیکنه و من بهتون دارم میگم. حالا امیدواریم این اتفاق نیفته، چون اگر یک کسی شوت کنه این از بین بره و ببین اینجا چی میشه. ضمن اینکه آمریکا نشون داده اتفاق نمیفته، یه نفر زد آقای جان اف کندی رو شوت کرد تو تگزاس، هیچ اتفاقی نیفتاد. تو هواپیما که میمدن اون نخست وزیره شد، نخست وزیری که نه معاونش شد رئیس جمهور و الی آخر. در هر صورت نه، اتفاق خیلی از دوستان ما هم همینو میگن. حتی آقای اجلالی میگفت که من امیدوارم ترامپ انتخاب بشه تا من به دنیا بگم این آمریکاست که شما فکر میکردید و آمریکایی‌ها دروغ میگفتن. آقای اجلالی اشتباه میکرد، دولت آمریکا دروغ میگه. آمریکایی بدبخت اصلا بعضی هاشون برو تو یه جایی وایس اصلا خبر نداره کی رئیس جمهوره، بهش حرف میزنی مثل فیلمایی هست که تو دهات میگیرن الان میگن کی رئیس جمهور ایرانه، میگه شاه. این همین جوریه، میری یه جایی فکر کنه نیکسون هنوز اونجا، جان اف کندی اونجا. آقا یک ساعت از این واشنگتن رانندگی میکنی میری وست ویرجینیا، اصلا تلویزیون که همش دارن این تلویزیونای خنده و دعوا و اینا نگاه میکنن، همش دارن مشروب میخورن. از هر 6 نفری که نگاه میکنین دو تاشون بیشتر از 3 تا دندون ندارن. خیلی خب، هر که بر ما نیست بر ماست. و اما راجع به پتیک صحبت کردم، یه سوالی کرده من جوابش بدم. اینو شما چی می‌نویسید؟ خانم مرجان، جناب صبحی، چرا مدت زیادی است در برنامه‌هایتان از عرفان حلقه و استاد طاهری صحبتی نیست؟ بالاخره آقای طاهری زنده هستن یا نه؟ خیلی ممنون خانم مرجان مهاجر. ببین دوست عزیز، این تلویزیون تلویزیون مردمه، قرار مردم بیان با شما صحبت کنن، قرار نیست من یکی یکی صبح سر بزنم به 80 میلیون مردم و به شما بگم حسن علی توی حسن آباد زنده است، حسین علی توی حسینیه زنده است، سوربی توی شیراز زنده است، سوربی توی آمریکا داره پیر میشه. شما خود شما اگر طرفدار آقای طاهری هستید برید با خانم خدایا چجوری این اسما یادمون میره، خانم نیرومنش صحبت کنین. یه خانم دیگه هم بود تو این منطقه ولی دیدم یه کمی مخش پیچموراش شله، بعد یه آقای دیگه ای بود آقای هادی زمانی، اینا صحبت کنید با اونها برنامه بذارید، به دیگران هم بگن. من نمیدونم، یه سری میگن زنده است، یه سری میگن کشته شده و مرده از دنیا رفته و من این وسط چی بگم؟ در بیخبری مژگان از شما مرجان در بیخبری مرجان خانم صد مرحله من پیشم، شما بیخبر از دکتر طاهری، من بیخبر از خیشم. حالا سبا تبار میگه ببین اینم اومده میدون خالی دیده، شاعر مائر نیست، سربی هم شاعر شده، نه با من شعرهای دیگران میخونم. ولی یادمه یه دو خط شعری هم وقتی پدرم فوت شد کنار دفتر نوشتم، نوشتم که یک لحظه، هر لحظه سکوت یک خرمن گل است، این خرمنان گل تقدیم محفل عدیه هم چیزی. بعدشم خط دومش این بود که حالا یک جدایی بین ما افتاده تا یه روزی که به هم برسیم و دوباره دیداری داشته باشیم. یادم رفت. آها یه چی دیگه هم نوشتم، نزدیک سال 2000 بود، نوشتم چون رسد سال به سال 2000، باز آیم به خود و باز نشسته از کار، روم آنجا که کنم درد کسی درمانی، تا که شاید بشوم جان به تن جانانی. یه چیزی اینجوری، میدونید که شعر که می‌نویسن حتما این شاعرای خوب ما هم اینجوری هم، بالاخره باید برگردی تصحیح کنی. بعضی وقتا برمیگردن شعرهای قبلیشو نگاه میکنن به خودشون میگن ای وای من این به این بدی نوشتم. در هر صورت خب باز برگردیم سراغ پتیک. پتیک میگه بابا جون بکن 23 دقیقه از برنامه گذشته تو هی میگی پتیک 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 و صحبت نمی‌کنی. آقا پتیک برای من نوشته که آیا معلومه که
نه شما از این 13,000 نفری که میگید بیننده دارید، معلومه که چند مدت وای میسن برنامه رو نگاه میکنن؟ سوال بسیار خوبی. این سعید یاد من دار. یه روزی از من دعوت شده بود که برم توی این جورج میسون یونیورسیتی صحبت کنم، ترس برم داشته بود. وقتی اسم دانش آموز میاد دوباره شما برمیگردی به اون حالت موقعی که دبیر بودی، بچهای تخس حالا میخوان اذیتت کنن، میخوان چی میگن مچگیری کنن و اینها. و وقتی رفتم گفت دست به دامن سعید شدم. سعید تو کار فرهنگی و اینها هست تو کالیفرنیا. از پرسیدم سعید جان من سال هاست که دیگه تو کلاس درس ندادم، با بچه‌ها روبرو نبودم، اینها چه کار کنم؟ سه تا چیز یادم داد. گفت اولا درباره اون چیزی که میخوای صحبت کنی جاده رو صاف کن، فراهم کن، بعد اونو باز کن، بعد از اونها سوال کن که آیا سوالی درباره این چیزایی که من گفتم هست یا نیست. پس هر برنامه رو شما میتونید سه بخش کنید. موضوع برنامه چیه؟ در موضوعش اول میگید، دربارش صحبت میکنید، بعد وقت میدید به بینندگان و حضار که سوال کنند. به من گفت که هر سوالی که این دانشجو از تو کردن، اولا بهشون بگو این سوال بسیار خوبیه، چون واقعا هم همه سوالا خوبن، مخصوصا سوالی که شما حاضر نباشی براش. وقتی میگی این سوال سوال خیلی خوبی هست، شما تو این مدت داری آماده میشی که اینی که این پرسید که آقا میگن خاورمیانه همه هم دیگر صبح میکشن فردا کباب میکنن، چی توضیح بدم به این که آقا شما فیلم‌ها رو نگاه کن، وقتی میخوان بگن عراق وحشتناکه همش صحرا نشون میدن، یه خیابونی که بمب افتاده توش. وقتی میخوان نشون بدن که عراق جای خوبیه بی برو وکیشن، خیابونا رو نشون میده، محل تفریحش نشون میده. پس اونا هر جوری بخوان خبر رو به نفع خودشون میچرخونه. در هر صورت این سوال شما پتیک جان سوال بسیار خوبی. اولا من واقعا میگم هنوز نمیدونم چند تا بیننده روی تلویزیون مردم داریم، چون تلویزیون مردم رو وبسایت های دیگه الان مثلا باکس های دیگه حتی پخش میکنن، و وقتی که شما یه لینک میدید به اونا، اونا پخش میکنن، دیگه اون شماره رو کامپیوتر شما نمیفته. یعنی شما چجوری توضیح بدم، مثل که مثلا 100 تا نون داری، یه نونیشو میدی به این خانواده، اینا که وقتی به هم دیگه نون میدن و اینها، شما نمیفهمی چند نفر این نونو خوردن، شما میدونی که 100 تا نون اینجا بوده. مثال خوبیه اینجوری یا خرابترش کرد؟ در هر صورت میمونه یه دو تا چی، مثل این فیسبوک، این فیسبوک یا یوتیوب. آقا برو بزن روی گوگل، برو تایپ کن. چرا ما همش میگیم بزن، همش میخوام اینو اونو بزنیم. برو تایپ کن، بنویس روی گوگل چرا شماره های یوتیوب فریز میشه. خودش مینویسه اشکال داریم، مینویسه ما اشکال داریم. از اون ورم وقتی میرسه به 300 قفلش میکنیم که ببینیم تقلب نشده باشه، بعد از چند مدت بازش میکنیم، یعنی اون شماره هم نمیشه سند یا مدرک باشه. ولی اون چیزی که من میدونم الانم بهتون نشون میدم اگر بتونم پیداش کنم، اینه که ما 5000 نفر روی فیسبوک شخصیم دارم و بیش از 8800 نفر روی فیسبوک مردم تیوی. حالا بیا و بگرد و اینو پیدا کن. این سیستم کامپیوتر ما اون وقتا به ترتیب تاریخ بود، یک کارش کردیم، حالا به ترتیب حجم و اینا مینیسه، هر جوری دلش میخواد اینا رو قاطی پاتی میکنه. ما هم تنبلی میکنیم اینو نمیذاریم توی فولدری، توی پوشهی که بعد بتونیم پیداش کنیم. بذارید ببینم اینجوری میتونم پیداش کنم عکس و اینها. نه خب میریم زنده دیگه، چه چیزی بهتر از این؟ گفت دوز حاضر، بوزم حاضر، چی بهش میگن؟ نه میبینی چه خبره این کامپیوتری که ما برنامه زنده اش پخش میکنیم، صحرای کربلاست. خب ببینید بیام اینجا این دوتا رو من به شما نشون بدم. شما رو هر وبسایتی هم میرید میتونید اینجوری نگاه کنید، اگه طرف دروغ میگه، میگه ما میلیون ها بیننده داریم و نمیدونم فلان، خب اینجا بفهم این وبسایت شخصی خود من است. زوربی شما همینجا نگاه کنید، این عکس ها اینا همه اطلاعات. اینجا میبینید نوشته این فرندز 5000، میبینید یا میبینید این اسامیشون هم بزنی یکی یکی همه رو برات مینویسه، میبینید همه رو مینویسه. خب این صفحه ما 5000 اینجا داریم،
بلد نبودیم اون موقع یه چیزی باز کنیم، چون تلویزیون هستیم که unlimited، غیر محدود، بی نهایت بتونن بیان روش. اوکی؟ وقتی باز کردیم که دیگه مردم اون شور و هیجان چیز رو نداشتن. ببینید الان اینجا نوشته مثلا 8000 رو نوشته که 8799 نفر این صفحه رو دوست دارن، 11 تا اضافه شده این هفته. بعد میگه 8615 تا فالو میکنن یا دنبال میکنن. شما اینجوری میبینیش دوستان، بذارید به شما نشون بدم. وقتی شما میاین اینجوری میبینیدش، با چیزی که من اینجا میبینم فرق میکنه. اون جوکه بود میگه از اینجا اینجوری به نظر میرسه. بعد شما میاین تو قسمت پست، یادتون باشه اینم تو قسمت های بیزینسی که میرید، بذارید براتون این طرف رو نشون بدم. خدایا من چقدر به این دوستان یاد میدم و هیچکی نمیاد بگه آقا من امروز دو تا چی یاد گرفتم از تلویزیون مردم، دو تا دو دلار، چهار دلار بفرستم. ببینید شما اولا وقتی میاین اینجا، اینجا نوشته این سمت چپ زیر عکس ما نوشته هوم، بعد نوشته پست، چیزایی که ما نصب کردیم، بعد نوشته ویدیوها، بعد نوشته عکس‌ها، بعد نوشته درباره این صفحه. برید درباره افراد بخونید ببینید چی نوشته. آقا طرف یه وبسایت درست کرده، نه نامی نه نشانی، همه مشخصات شما رو هر روز میگیره. وقتی میرید خبرها رو چک میکنید اونجا، همه چیزای شما رو اونجا کوکی گذاشتن. اینه که هر 3 ثانیه صفحه میره دوباره میاد، برای که داره کوکیای داره کوکیاش عمل میکنه، اطلاعات شما رو میگیره. در هر صورت شما بیشتر رو پست، رو چیزایی که ما اینجا نصب کردیم، رو این صفحه باشید. رو این صفحه هم که باشید اینجوری میبینید، از اینجا اینجوری به نظر میاد. هنوز داریم دنباله پتیکی ما. بله خب دوباره میره رو هم هر وقت که ما اونجوری میاد اب نداره. در اصل ببین آقا میگه 8700، اینم عدد فرق میکنه. یه دقیقه یکی میاد، بعد یه دقیقه دیگه ما یه مقاله گذاشتیم بعدش میاد یا میترسه. همین خود از یکی از دوستان خوب من به من گفت آقا اینقدر تو برنامه راجع به ترامپ چی نگو، اونای دیگه آدم بودن، این احمق یه دم یعنی هر کسی هر چی گفت میاد میگیره. گفتم آقا دیگه نمیتونیم نصف آمریکا رو بنداز زندان که 150 میلیون نفر میخواد بنداز زندان، چون 150 میلیون نفر دارن به این فوش میدن. در اصل ممنونم، بازم همین دوستان هستن که ما رو راهنمایی میکنن و الی آخر. خب در شد چی پس؟ اینجا نوشته 8800 تا، اونجا نوشته 5000 تا. حالا خیلی از اینا ممکنه یه نفر باشه، تو دو جا باشه. ما میگیم آقا بگو 10000 تا. 10000 نفر اینجاست. وقتی به این نفر میگیم آقا ویدیو تو آقای حمید رضا میرزا آقاسی، آقای چمنارا، شما که زحمت میکشی برنامه‌ت رو فیسبوک میذاری، پس از دو سه روز اگه 10 دلار بدی دوباره روی فیسبوک میذاریم، یادآوری میکنیم برای 8800 نفر. از این والا اگه 20 تا بیان ببینن، شما نگاه کنید طرف یک سال برنامه میذاره، منت همه رو میکشه تا 30 نفر پیروپاتر جمع بشن توی کالیفرنیا یا توی کانادا، راجع به این که چه اشکالی داشته اپوزیسیون صحبت کنه. از اون 30 نفر هم تا روزی که برنامه بخواد اجرا بشه 15 تاش مرده، 15 تای دیگهش میگه آقا ولم کن، حالا بلیتم به این مجانی دادن، ولی کی حوصله داره تو کانادا سرما بره؟ ولی شما یه دفعه 8800 نفر اینجا هستن، میای براشون صحبت میکنی، 8 تاش توجه میکنه، 20 تاش توجه میکنه، 300 تاش توجه میکنه، 1000 تاش توجه میکنه. خب بعد ببینید این زیر باز بهتون نشون بدم، نوشته وبسایت ما، حالا نمیدونم شما میبینید یا نه، نوشته 100% response rate. ببینید یعنی ما هیچ چیزی رو بی جواب نمیذاریم. اونی هم که فحاشی میکنه، اونی هم که میاد میگه مأمور جمهوری اسلامی، میگیم خیلی ممنون، ما که تا حالا نتونستیم پولی بگیریم، ولی اگه شما با جمهوری اسلامی کار میکنی، دست اندر کار هستی، چک میتونی بگیری، بگی 75 دلار برای ما، 25 دلار برای تو، 25% بهت کامیشن میدیم. قانونی هم هست، ولی به این سادگی نیست. این هم هست. خب دوستان من گفتم با این آقای پیمان عارف یه مصاحبه داشته باش. ما برای پیمان عارف نوشتیم،
ایشون هم گفت بهت خبر میده. این فعالای سیاسی ما مخصوصا این از سال 1388 به این ور ول معطلن. یکیش آقای فخرآور، یکیش این آقای پیمان عارف. بابا میاد تو ترکیه میگه من پناهنده هستم چون تو ایران میخوان منو بکشن، تجاوز کنن، خانواده‌مو میگیرم. تو ترکیه پلیس بهش مظنون میشه، به خانمش میگه که تلفن بزن سفارت بیاد از ما دفاع کنه. الو، من اینجا یه اشکال برام پیش میاد، تلفن میزنم سفارت بیاد ازم دفاع کنه. یه چیزایی آقای پیمان عارف، تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزا. اینم از خب دوستان دیدید چیکار کردیم ما؟ ما آمدیم و روی صفحه مردم تیوی یه بار دیگه بهتون نشون بدم، به جای اون برنامه‌ای که زیر عکسمون شماره تلفن و ایمیل و شما میتوانید برنامه داشته باشید اینا، اینا رو امروز اینجا گذاشتیم، همش جلو چشتونه. ما باید یاد بگیریم. و این یه دفعه امروز به مغزم رسید که خب من این سیستم رو ببرم نزدیکتر، هم دوستان ببینن ما چقدر ماشاءالله چاغالو هستیم، همین که دیگه این برانورش هم دو تا چیز خاکستری نباشه. ما روزی که این کار کردیم گفتیم که به جای این ور اون ور خودمونو میکشیم یه طرف، یه طرفمونم از اول تا آخر آگهی باشه. یعنی چجوری؟ مثلا ما اینجا هستیم، اینم آگهی اینجاست. بعد دیدیم آقا آگهی نمیدن، اونی که کارش خرابه میگه به خدا پول ندارم، خیلی هم دوستت دارم مسئول بی، همه برنامهات هم ببینم، ای کاش داشتم آگهی میذاشت. اونی هم که پولدار میگه آقا من اصلا نمیخوام با ایرانی ها کار کنم، ایرانی ها چی هم؟ یه مش آدم دروغگو پدر سوخته شالاته. میگه آقا فوش نده بذار برم، ولکن برم. خب منم ایرانی هم، شما داری به منم فوش میدی. پسرمون خودمم یه فیلمی گذاشته، یه بچه سوسولی از ماشین پیاده میشه، آخر شب معلوم نیست مسته نشه است، میاد میره جایرو یا کباب ترکی اون سیخش رو که بهشه میدازه با گوشت میبره. بعد ایشون برداشته نوشته مردم گرسنه. آخه قربونت برم، گرسنه چرا گرسنه است؟ برای که دزدی نکرده به گرسنگی رسیده. اینی که با ماشین سواری میاد دزدی میکنه این گرسنه است؟ این یا نشه است لوس و نونو رو هم بازی با اونای دیگه، یا واقعا اگه دزدی هم میکنن دزدی از روی چی میگم بیشتر خواستن میکنن. نمیگم آقا تو ایران گشنه نیست، گرسنه نیست، خیلی هم هست، ولی آیا ما این فیلم رو بذاریم بنویسیم مردم گرسنه هستن، اینی که اینو میبینه میره کمک میکنه بهشون؟ نه، یه فیلمی رو بذارید بله تو قبرستون دارن زندگی میکنن، ولی همون موقع هم نگاه کنید خب قبرستون شیراز هم اولین قبرستونی بود که معتادا رفتن توش زندگی کردن و فیلم گذاشتن و اینها. اینی که داره تو قبرستون زندگی میکنه کیه؟ یه معتادیه یا فامیل منه یا فامیل شماست؟ وقتی من و شما که فامیلش هستیم کمکش نمیکنیم، انتظار داریم دولت بیاد شب چلو کباب ببره توی قبرستون به اینا بده؟ اونم دولتی که میگیم دزده، اونم دولتی که هم خودشون دزدن هم آقازاده هاشون دزدن. آخه این درست نیست که ما نشستیم فقط فیسبوک لطفاً این را پخش کنید، می‌نویسم من این را پخش کنم چه اتفاقی میفته؟ آقا من این را پخش کنم چه اتفاقی میفته؟ شما برای من توضیح بده. میگه من که نمیدونم. حالا امیدواری؟ آقا من امیدوارم 1,000,000 دلار بیفته تو خونه شما، حالا بابت این 100 دلار من بده. خب این که میشه مثل آخوندا، این که میشه مثل پریستا. حالا من این ویدیو رو بهتون نشون میدم اگه بتونم پیداش کنم، بله، که یه آقایی، آقا که چه عرض کنم، کسی که دزدی میکنه کلمه آقا رو باید بهش بگی، یه دزدی میاد ماشینشو پارک میکنه و میره سیخ جایرو رو ور میداره و یا علی مدد میپره تو ماشین و میره. ماشاءالله این از بس ویدیو میذاره من مثلا فکر میکنم 3 تا برم پایین پیداش میکنم، ولی نه، این ترق ترقی شما میشنوید این صدای ماوس ما هست. بله، خدایا فقرای کشورم رو به لبنان و فلسطین منتقل کن تا از کمک های ایران برخوردار شدن. بسیار، همین دعاها رو بکنیم حتما درست میشه. فکر کنم اینجاست.
چیزها هم خیلی تکراری میذاره، مثلا تلویزیون من و تو رو 5 بار 4 بار من میبینم گذاشته، خب نمیتونم پیداش کنم. این همینه دیگه، وقتی یه چیزی تکرار میذارین دیگه آخه حوصله آدم سر میره تا بگرده اون اصلی رو پیدا کنه. بله نمیدونم، یک براتون توضیح میدم. فکر کنید حالا تلویزیون ما رادیوه، یه دوربینه، وقتا میگفتن دوربین مخفی، الان دیگه دوربین مخفی نیست، دوربینایی که دارن به اصطلاح همه جا میبینه، طرف گذاشته کنار مغازش تو پیاده رو نشون میده. حالا این مغازه هم تو پیاده رو میز گذاشته و صندلی گذاشته و اینا بمانه. بعد این گریل یا منقلش، منقل که نه، منقلایی که شکلش فرق میکنه دیگه، جایرو همتون میدونید چیه، کباب ترکی، این گوشت اینجوری وایساده، آقا با ماشین میاد پارک میکنه، این دوربین هم داره فیلم میگیره، از ماشین میاد پایین، میره این سیخه رو برمیداره میده و سوار ماشین میشه میره. امیدوارم این آقا، اون کی بود میدزدید از پولدارا میبرد میداد به بی بی پولا، بن هور نه، رابین هود، رابین هود باشه، از این آقای پولداری که بدبخت اون موقع شب داره زحمت میکشه، از صبح وایساده پای تنور گوشت میدوزه، امیدواریم ببره بده به همین معتادایی که تو قبرستون شهریار هستن. اون وقت شما فردا چی میگی؟ این دوتا کیس داره، این دوتا کیس داره، یا این آقا واقعا گرسنه است. خب اگه قرار گرسنه ها بیان از مغازه‌ای که من و شما میخواییم بریم خرید کنیم اینجوری دزدی کنن، این دیگه تو این شهر امنیت هست؟ به قول معروف دیگه سنگ رو سنگ وای میسه، دیگه هیچ دری رو پاشنه خودش میچرخه، شما جرأت میکنی ماشینی تو پارک کنی بری ساندویچ بخری بیای؟ یا اینکه ایشون رابین هوده، رابین هوده، میاد از این آقا میدزده میبره به اون میده. آقا تو از کجا میدونی که اینی که داره اینجوری کار میکنه زحمت میکشه اون موقع شب مغازش بازه، محتاجتر از اونی که تو قبر خوابیده و الان هم نشه دوا کشیده، یا اونم جیب یک کسی زده، یا یک کار خلافی کرده، یا مواد خریده 10 قسمتش کرده 9 تاشو داده به بچه های بیچاره یه دونه مصرف خودش، اون درسته؟ آقا بالا بلا ما طرفدار جمهوری اسلامی نیستیم، جمهوری اسلامی انشالله امشب یه باد سیاه، طوفان سیاه بیاد ورش داره بره، ولی برید بزنید ببینید تو انگلستان چه خبره، برید بزنید تو آمریکا چه خبره، برید بزنید تو کشور سوئیس ببینید چه خبره. تو انگلستان میگه آقا ما کمک میکنیم به اینایی که ندارن، میان فور پر میکنن، پولو میگیرن میرن سوریه، میرن اونجا پولا رو اونجا خرج میکنن، جنگجو میشن، نمیدونم بمبگذار میشن، برمیگردن میان. یه کمی این چشممونو باز کنیم. بله درسته که ما نمیخوایم مثل اسب اینجوری باشیم، هرچی دولت نشونمون میده ببینیم و میتونیم این چشمندمون رو باز کنیم، ولی از طرفی هم نباید اینجوری کنیم خودمون گیج بشیم. الان دیگه ما گیج شدیم، از بس این ور نگاه کردیم، اون ور نگاه کردیم، این ور نگاه کردیم. آقا تلویزیون من و تو HD پخش میکنه، والا بلا همینجا من بهترین سرویس HD رو دارم، بهترین تلویزیونم دارم، بین HD و SD فرقی نیست. حالا شما رو اینترنت میخوای تلویزیون من و تو رو HD ببینی، آقا برو با دیش ببین. چرا مردم رفتن دیش گذاشتن؟ برای که دیدم، خود من اون روز با همین باکس این دوستمون ایرانیان IPTV زدم دیدم کانال 1 ایران یا آخوندی نه داره قرآن میخونه، کانال 2 یا آخونده، کانال 3 یا آخونده، کانال 4 یا آخونده. تو هم همسرم هم اینجا بود، گفتم بیخونی مردم همش میرن دیش نگاه میکنن، بیخونی همش میرن ترکی نگاه میکنن. خود شما جواب خودتون رو میدونید، میگید اینا دیکتاتورن، اینا کانال ها رو انحصاری کردن، به خاطر همین ما رفتیم دیش زدیم، با همه قاچاقش و فلان اینا مبارزه میکنیم، جریمه میدیم ولی نگه میداریم. بعد از اون میگی HD اینترنت ما خراب است. آقا مگه این دولت آمریکا قول نداد برای شما ایرانی ها به جای فارسیوان یه ستلایت بیاره که هر کدامتون قشنگ آیپدتون رو اینجوری کنید وایفای رو سر ایران باشه؟ چرا نکرد؟ برای که اینا هم خودشون با آخونده هستن، و وقتی اینا با آخونده هستن ببینید من چقدر احمق باید باشم
که مثل اونا بردارم نامه بنویسم به اینا. و این بر نامه نوشتن تو ایران هم روزی 100 نفر نامه نوشتن به نمیدونم بهداری بود چی و شیر خورشید بود، نمیدونم پول نداریم درمانمون کنید، کی رسیدگی میکرد؟ اینجا که دیگه الان هم کامپیوتری شده، میذاره شما هر اسمی که زیر ایمیلت مینویسی اون وقتی برمیگرده مینویسه مثلا دیر سوربی. حالا برای که امتحان کنید شما یه فوش بنویسید به جای اسمتون بفرستید به نامه که براتون میاد از طرف رئیس جمهور، از طرف چیز همون اسم رو مینویسه. میفهمید چی میگم؟ مثلا بنویس شما اسم من پخمز، فامیلیم هپلهوپول، بعد اون یه نامه اتوماتیک برات میاد مستر هپلهوپول نامه شما رو ما دریافت کردیم. بعضیا این قاب میگیرن نشون میدن نگاه که آقا آقای اوباما برای من نامه نوشته. آقا اوباما 4 نفر از این بچهای جوان که اونجا نشستن با کامپیوتر دارن با خودشون شوخی میکنن و اینا هم کاری گیریشون نیومده، اومدن اینترنشیپ که بلکه از اونجا یه واسطه پیدا کنن تو دفتر وکیلی نمیدونم کفیلی جایی برن کار بکنن. اون داره جواب میده، تازه اگه جواب بده. این روزا هم که کامپیوترها اتوماتیک چی میگن اتو ریپلای برای شما میفرست. بابا بیاین خودمون رو یکم بیاریم اینجا با قرن 21 با این امکاناتی که داریم. شما مثلا تو محل خودتون یه دونه خیریه را بنداز، بگو که بیاین به این گرسنه‌های محل خودمون امشب شام بدیم. خیلی هم شفاف عمل کن. قشنگ اگه 1000 تومن یک کسی داد بگو آقا این 1000 تومنه، اینها من بردم دادم به این خانواده، شما خودتم میتونی باهاشون تماس بگیری. شفاف. البته میدونم مخصوصا دولت‌های دیکتاتوری وقتی هم یک کسی میاد خیریه را میندازه اونا از ترسی که نکنه 4 نفر طرفدار این خیریه بشن بعد بیان بگن آقا چرا دولت پول نفت منو نمیده، سر صدا کنن خیریه‌ها رو میزنن داغون میکنن. ولی اینجا شما نگاه کن همین ایام برو ببین از خون گرفتن روزانه چند تا نامه میاد که فصل هالیدی شما دارید میخورید و شاد هستید و به فکر مریضان باشید خون بدید و اینها. خب یادآوری میکنن به هم دیگه، نه اینکه اوکی به دیگران پخش کنید بیاین خون بدهند. منم میگم خب من وظیفه وجدانی خودم را انجام دادم، دیگران برید بدهید. آقا نمیرن بدهن، اونم به اون یکی میفرسه. از خودمون باید شروع کنید برید بدهید. اون روز من دنبال یه چیزی میگشتم نتونستم پیداش کنم، ولی یادم اومد میگفتن که یه عکاسی نوشته بوده از شما پول دادن از ما عکس انداختن. این نه اینجوری نبود بابا، خراب کردم شعر من. گفت هر کسی پولی داد عکسی انداختیم، از شما دادن از ما انداختن. این ماجرای زندگی یک جمله ساده. اوکی thank you much for kindness. I have someone who is coming. اوکی if not I will let you know. خیلی ممنون، متشکرم. خب دوستان ما 13-14 دقیقه دیگه میریم با آقای یزدان خداوندلو تا در مورد روشن فکر کیست، مبانی روشننگری دارای چه الزاماتی است صحبت کنیم. حالا برنامه ایشون هم همون 3 بخش رو داره. بخش اولش، قسمت اولش تیتر، تایتل، موضوع برنامه، اجندا میشه بگی؟ اوکی. قسمت دومش اون چیزی رو که میخواد گفته حالا میخواد باز کنه. قسمت سومش سوال جوابا رو من فکر میکنم آقای یزدان خداوندلو باید یک کمی با بینندگانی که فیسبوک ندارن مهربانتر باشه و یا با ایمیل یا با تلفن یا با یک سرویس دیگه ای اونها رو هم پاسخ بده. قسمت سومش که پرسش و پاسخ هست اونو حقیقتاً به جایی که تو تلویزیون بشینه طرف زنگ بزنه آقا امروز لباسی که پوشیدی خیلی خوب بودا، اینو به قول آمریکایی‌ها میگن دنباله صحبتونو ببریم تو پارکینگ، برای که اجاره هتل ندن، برای که اجاره چیز ندن یا محلی که میخواد ببندن. همینجا یه کانونی داریم 30 سال کانون دوستداران فرهنگ ایران،
اینا شب که میرن صحبت میکنن، مهمون که میاد، بعد دنبال صحبتش میرن توی رستورانی، البته خب اونجا میرن خوراک میخورن، مشروب میخورن، چای میخورن، دنباله صحبت هم اونجا ادامه داره. دنباله صحبت های آقای یزدان خداوند رو تو فیسبوکه. باز برگردم به سراغ پتیک. پتیک جان، من نمیدونم چند تا بیننده دارم، نمیدونم هر بینندهی چند دقیقه وای میسه، ولی ای کاش منظور تو از این پرسش میگفتی تا من بعد از این همه سال تجربه شاید بتونم بگم که نه آقا، مثلا اینجوری که شما میگی نیست، یا اینجوری بله هست. و حالا برای شما چه فرقی میکنه؟ شما که خودت بیننده هستی چه فرقی میکنه که دیگران 2 ساعت نگاه کنن، یا 1 ساعت و 59 دقیقه، یا 3 دقیقه، یا 4 دقیقه؟ من متوجه اون قسمتش نشدم، ولی این که چند نفر نگاه میکنن، شما فکر کن خودت تنها نگاه میکن، یا فکر کن همه دنیا دارن نگاه میکن، من فرقش نمیفهم. اینم از باز مجددن دوشنبه 28 دسامبر سال 2016 است، 8 دی ماه 1395. حمایت از تلویزیون مردم یادتون نره. و بعد آقای یزدان خداوندلو هم اینجا هستن. ممنون و متشکرم. آقای خداوندلو اگه دوست داشتید یه ایمیلی درست کنید برای برنامه هاتون، مثلا yazdan@gmail.com، ساده. اگه یزدان 10 تا هست شما بنویسید یزدان 11، اگه 2000 تا هست بنویسید یزدان 2001. ولی یزدان خداوندلو خیلی طولانیه، البته ایمیلش ایشون هم Y اول اسمشونه، باقیش خداوندلو، ولی باز همونم حالا لو رو نمیدونیم، لولو بنویسیم، لو رو LOU بنویسیم، LU بنویسیم، این چون مشکل ایجاد میشه، به نظر من کوتاه و ساده و راحتش کنید. ایران1357@gmail.com، اگه اون بود بذار ایران1341 مثلا، یه چیزی دیگه نمیدونم. در صورت باید یه کاری انجام بدید. اگه یه عده‌ای میگن آقا ما فیسبوک نداریم، برنامه آقای یزدان خداوندلو رو میبینیم تو بازپخش یا توی یوتیوب، ولی کجا با ایشون تماس بگیریم؟ من نمیتونم بگم برو میدون شهریار. ماجرای میدون شهریار براتون گفتم، یکی از دوستان همکار ما که هم با من هم کلاسی بوده مدرسه میواد، بعدم دبیر شدیم، اونم دبیر بود، اون دبیر شده بود جهرم، من دبیر بودم در شیراز، این میخواست ازدواج کنه، فامیل و اینها به اصطلاح همسری براش پیدا کردن از تهران، و ایشون قرار بود بره تهران ازدواجشون اونجا باشه، بعد با همسرش بیاد شیراز. خب آمد ما هم دعوت کرد دیگه، ما گفتیم که اسمش هم رحیم بود، گفتیم که خب رحیم جان کجا باید بیان؟ گفت تهران رسمه، هر کی ازدواج میکنه شب میرن دور میدون شهریار. گفتم ما از اصل بریم وایسیم، هر کی اونجا هی بوق 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 کرد، هی نگاه کنیم ببینیم شما و خانم دستی یا دیگران، بعدم خب شما اگه میان ما چیکار کنیم؟ دست بلند کنیم بپریم تو ماشین؟ اینم جوکی بود که واقعا حقیقتو میگم، شوخی هم نمیکنم. بهش گفتم آقا این مسخره بازی چیه؟ خب بگو که کجا بیان، کی بیان، چگونه و الی آخر. یه دوستی داریم به نام آقای مختار حسین زیبایی، هم چیزی از بس مدت هاست برام نامه ننوشته یادم رفت. نوشته جناب آقای صوربی گرامی سلام، خسته نباشید، نمیدونم هنوز هم راننده مردم تیوی هستی یا نه، ولی میخواستم بدونی که هنوز فراموش نکردم، مبلغ اینقدر بدهکار هستم و به زودی واسط میفرستم. ممنونم از شما. ماجرای راننده رو براتون بگم. من افتخار میکنم دوستان، شاگرد پدرم بودم، پدرم رانندگی کرده، زحمت کش بوده، من یاد گرفتم اون شغل اون حرفه رو، و روزی که در ایران نرفتم دزدی، نرفتم سیخ جایروی این اونو بدوزم، نرفتم شبچره هم برگراشونو بدوزم، رفتم رانندگی کردم، دبیر بودم رفتم رانندگی هم کردم، افتخار میکنم. آمدم همین مثال رو تو تلویزیون مردم میزنم، میگم بابا این تلویزیون مردم یه اتوبوسه، یه ماشینه، یه مینیبوسه، هر جوری که دوست دارید. شما اگه میخواید سوارشید برید یه جایی ماشین ندارید، نگران نباشید. بله میتونی مثل سبا تبار سوار فیسبوک خودت بشی بری، بعدم من بهت نق بزنم ایراد بگیرم، یا من بهت میگم آقا خب شما که میدونی ما اینجا هستیم، این چلو کبابی اینجاست،
چرا خودت میری گوشت میخری، برنج میخری، پیاز میخری، زردچوبه میخری، روغن میخری، زغال میخری؟ بیا اینجا مثل آدم چلو کبابتو بخور، برو نصفشو بخور، نصفش هم ببر خونه، چون ایرانی هستی بهت اینقدر تهدیگ و نون زیادی میدیم که همون نصفش بست باشه. $10 میدی، $5 میخوری، $5 هم میشه والا از مکدونالد ارزونتر. نه آقا من میخوام چلو کبابی خودمو باز کنم. چرا؟ اون روز که اومدم اینجا این سماق نداشت، یا سماقش سماقی نبود که مادر بزرگ من تو ایران داشت. اوکی، درست میکنن؟ ببینید چند تا از این بیزینس ها رفته بیرون، چند تا از این تلویزیون ها رفته بیرون. بله من هنوز راننده این تلویزیون مردم هستم، شما رو به هدفتون میرسونیم، ولی خوش انصافا مثل همین آقای مختار عزیز، شما پول بنزین رو ما بدید که ما برگردیم دوباره به منزلمون، فردا صبح بریم دنبال یکی دیگه اونو سوار کنیم برسونیم. نه حقوق رانندگی میخوایم، نه براتون از این برای این ماشینه گفتیم تایر بخر، بیمه بخر، این سوختشو بده، زیاده سوختشو نده. معرفت داری، شعور داری، سوختشو که میدی تو راه هم که داریم میریم، شما تو خونت بودی، من صبح اومدم در سوارت کردم دارم برم، سوار کنم، صبح چای خوردی؟ این چای رو من برای تو درست کردم. میرم بنزین بزنم، پول بنزین میدی، بگو صبح اگه قهوه هم میخوای قهوه هم بخور. ما تا زمانی که هی بنویسیم گرسنگی مردم در ایران، مردم در قبرستان میخوابن، مردم در قبرستان میخوابن، آقای اصغر فرهادی هنرپیشم، آقا فردین زمان شاه بلند میشد، گوشت قربانی میکرد، میرفت جنوب ایران، جنوب تهران چیز میکرد. البته دیوونه بود، چون زمان شاه همه چلو کباب، همه مر. فردین دیوونه بود، خواننده‌های دیگه دیوونه بودن، میرفتن حلبی آباد و قطی آباد و نمیدونم فلان کمک میکردن. این مزخرفات چیه؟ زمان شاه اصلا گرسنه نداشتیم، اگه گرسنه پیدا میکردیم میکشتیمش که دیگه گرسنه نباشه. چی بگم آخه بهتون، چی بگم بهتون؟ آقای اصغر فرهادی جایزه اسکار، برو آقا 100 نفر خوراک بده، 100 تا بسته خوراک وردار ببر تو همین چیز بهشون بده. ولی آیا خوراک دادی به اینا، اینا سیر شدن، فردا اعتیادشو ترک میکنه، دزدیشو تو خیابون ترک میکنه، کارهای قاچاق و دیگه ترک میکنه؟ یا باید راه حلی پیدا کرد؟ اگه راه حلی پیدا کردی این مشکل جهانه، نه مشکل ایران. بله فقر بیشتر شده، اینو با شما هستم، ولی شما میگید دولتی که دیکتاتوره مسئوله. آقا دولت قولی که خودش داده عمل نمیکنه. دولت ایران بعد از 38 سال به قول شیرازی ها هنونوی کرده، میگه تازه میخواییم بهتون منشور حقوق نمیدونم شهروندی رو بهتون بدیم. برم بالا چی بگم، هر چی بگم. آن تیمسار آریانپور یه ایمیلی فرستاده بود جواب یه نفر که با خودتون خلوت کنید ببینید در این 38 سال گذشته چند تا دوست تونستید پیدا کنید. براش نوشتم آقا حال ما رو گرفتی. من نگاه میکنم این 20 سال گذشته ما همون 4 تا دوستی هم که داشتیم، یکی سر این ناراحت شده، پسرمون سر اون ناراحت میشه، پسر داییمون سر اون ناراحت میشه. هیچ آقا هیچ. ساعت 2:56 دقیقه است، ازتون خداحافظی میکنم. دوباره برگردید هم روی فیسبوک هم روی تلویزیون مردم با آقای یزدان خداوند لو خواهیم بود. اگه کار دارید برید به کارتون برسید. این برنامه ها روی فیسبوک باقی میمونه مگر اینکه آقای زیا مصطفی زاده بگه نمیخوام. روی یوتیوب باقی میمونه و هر روزم بازپخش میشه. من واقعا نمیفهمم چرا ایشون میگه من نمیخوام، من فقط میخوام یه برنامه زنده بیام بگم و برم. چش اوکی، بریم دوستان، برمیگردیم با شما خواهیم بود.